داستان ذبح اسماعیل علیه السلام در عید قربان از نگاه قرآن و انجیل. ذبح اسماعیل دستور و امتحانی بود که از سوی خدا در خواب به حضرت ابراهیم علیه السلام داده شد تا فرزندش اسماعیل را قربانی کند. ابراهیم و فرزندش فرمان الهی را پذیرفتند، اما جبرئیل مانع اثر کردن چاقو شد و یک کوچ بهشتی توسط ابراهیم به جای اسماعیل ذبح شد. سنت قربانی در روز عید قربان یادبود رخداد ذبح اسماعیل است. بنابر برخی نقل‌ها، رمی جمرات توسط حضرت ابراهیم در ماجرای ذبح حضرت اسماعیل رخ داد. شیعیان بر اساس روایات و آیات اسماعیل را ذبیح الله می‌خوانند، ولی یهودیان اسحاق را ذبیح الله می‌نامند و اهل سنت در این باره اختلاف دارند. رویای ابراهیم. بنابر تصریح قرآن، دستور به ذبح فرزند در خواب به حضرت ابراهیم علیه السلام داده شد. بنابر برخی روایات این خواب 3 مرتبه برای ابراهیم تکرار شد. البته برخی از مفسران معتقدند بعید نیست پس از دیدن رویا توسط ابراهیم هنوز تردیدی در او وجود داشت و خداوند با وحی صریح این تردید را از بین برد. حضرت ابراهیم علیه السلام داستان خواب و دستور الهی را به اسماعیل علیه السلام گفت و نظر او را جویا شد. قرآن این مشورت را چنین نقل می کند. ابراهیم گفت: پسرم، من در خواب دیدم که تو را ذبح می کنم. نظر تو چیست؟ فرزند گفت: پدر جان، هر چه دستور داری اجرا کن، به خواست خدا مرا از صابران خواهی یافت. پس از تصمیم بر انجام دستور الهی، اسماعیل گفت: ای پدر، روی مرا بپوشان و پای مرا ببند. ابراهیم روی فرزند را پوشاند ولی نپذیرفت پای او را ببندد. زمانی که پیشانی اسماعیل بر خاک قرار گرفت، ابراهیم چاقو را بر گلوی فرزند نهاد، سر خود را به سمت آسمان کرد و سپس چاقو را کشید، اما جبرئیل مانع اثر کردن چاقو شد. چندین بار این عمل انجام شد، سپس وحی نازل شد: ای ابراهیم، خوابت را تحقق دادی. در نهایت یک کوچ بهشتی توسط ابراهیم علیه السلام به جای حضرت اسماعیل علیه السلام ذبح شد. قرآن از این امتحان چنین تعبیر می کند: ان هذا له البلاء المبین. این مسلماً امتحان مهم و آشکار است. بنابر برخی نقل‌ها، شیطان تلاش بسیاری برای جلوگیری از انجام این دستور الهی انجام داد. او برای رسیدن به این هدف تلاش‌های برای گمراهی حضرت ابراهیم، همسر و فرزند او انجام داد و در هر 3 مورد ناموفق بود. ذبح فرزند در تورات. تورات داستان ذبح فرزند را چنین نقل می‌کند: بعد از این وقایع بود که خداوند اورهام یا ابراهیم را آزمایش نموده، به او گفت: همکنون پسرت را، یگانه ات را که دوست می‌داری، اسحاق را برداشته بر سرزمین موریا برو. آنجا روی یکی از کوه‌ها که به تو خواهم گفت وی را قربانی کن. اما زمانی که ابراهیم تصمیم به قربانی کردن فرزند گرفته و کارد را به سوی فرزند دراز کرد تا پسر خود را سر ببرد، فرشته خداوند از آسمان او را صدا زده گفت: دستت را به سوی آن نوجوان دراز مکن و با او کاری نداشته باش، زیرا اکنون دانستم که از خداوند می ترسی، چون پسرت یگانه‌ات را از من دریغ نکردی. در نهایت خداوند قوچی را فرستاد و ابراهیم علیه السلام آن را به جای فرزند قربانی کرد. اما در مورد پسر حضرت ابراهیم علیه السلام در تورات، در موارد مختلف آمده است که ذبیح تنها فرزند ابراهیم در زمان قربانی بوده است و از طرف مسلم است که اسحاق علیه السلام بعد از اسماعیل علیه السلام به دنیا آمد و در زمانی که دستور ذبح آمد، یگانه فرزند ابراهیم حضرت اسحاق علیه السلام نبوده است، بلکه حضرت اسماعیل علیه السلام بوده است.